مثال های دیگه، من چند تا مثال بزنم، نه 7-8 مثال بزنم تمامش کنیم این جلسه رو. خب مثال های مختلف توی پرینت، به طور مثال من میخوام ورودی بدم و برای من یه تاب، من یه تابعه بنویسم پابلیک استاتیک مثلا void چک even odd، بیاد برای من زوج و فرد رو چک بکنه. خب یاد اسکنر استفاده میکنیم، input و new scanner system.in .in درسته؟ بله. و من میگردم میگم که SWT مثلا پلیز int number x، یه عدد برای من وارد کن، کنترل alt l هم میزنم مرتب بشه. برمیگردم میگم int x و input.next next int درسته؟ یه عدد رو هم میگیرم. خب یه تابع نوشتم check and even. خب من اینجا برمیگردم میگم int، int در واقع numbers، number عدد رو، یه عددی int number درسته؟ درسته. خب حالا میبینی کنترل پی که بزنی، یاد بگیر توی IntelliJ و کلا در افزارهای جت برینز، کنترل پی که بزنی برمیگرده بهت میگه که ورودی چی هستش. داره میگه یه نامبری هست، یه متغیری هست به نام نامبر که چیه، از چه نوعیه، باری کرده. خب من ایکس رو میتونم بهش بدم دیگه، ایکس از چه نوعیه. خب الان این داینامیک شد یا نه؟ خب من اینجا برمیگردم میگم if اگر نامبر باقی ماندهش به دو مساوی بود با صفر، یا SOUT کن برگرد بگو که نامبر is، نامبر، نامبر چیه، نامبر is even و بیا اینجا نامبر رو بهش بده، else وگرنه SOUT نامبر is odd و علاوه نامبر. درسته؟ یه تابع نوشتم که عدد زوج و فرد رو تشخیص میده، ورودیش یه عدده و اومد یه سری پروسس انجام میکنه، انجام میده و میاد خروجی رو برای من چیکار میکنه؟ چاپ میکنه. باری کن فوتوشیپ F10 رو میزنم و حالا از من یه دونه ورودی میخواد، میگه یه ورودی بده، میگه عدده چیه، من میگم 20، برام تشخیص داد که عدد چیه. یه تابع نوشتم که عدد زوج و فرد رو تشخیص میده، فهمیدی؟ حالا شما ممکنه تو طول پروژه 10 بار قرار هستش که این تابع رو فراخونی بکنی، فقط اسم این تابع رو فراخونی میکنی، چی بهش میدی؟ عدده مختلف. برای چیکار میکنه؟ تشخیص میده که عدد زوج فرد هست یا نه. خب باری کنم میتونم خودم بیام اینجا یه دونه متغیر دیگه اینجا مثلا بهش بدم 12، برگردم میگم 15 17. ببین راحت میتونه برای من چیکار کنه؟ چاپ. عدد زوج و فرد تشخیص بده. حالا میگه عدد بده، میگم مثلا این. همه رو اومد برای من تشخیص داد که زوج و فردش رو کنه. میگه اولی ایون، دومی ایون، سومی آد، چهارمی هم آد. درسته؟ بله. خب. یه برنامه بنویسیم که یه برنامه بنویسم، یه تابعی بنویسم، نگاه کنم یه تابعی دارم همینجور ذهن خودم داشتم پیاده میگم، یه تابعی بنویسم که اسم و فامیل طرف رو بگیره. خب هر بار که تابع رو صدا میزنم اسم و فامیل شخص رو بگیره و ساعت کاریش رو بگیره، مدرکش رو بگیره و حقوقش رو مشخص بود. یه تابعه نمیستم که اسم و فامیل و مدرک دانشگاهی و ساعتش رو بگیره و حقوقش رو مشخص بود. خیلی راحت، درسته؟ نه. پایین پوتری که دارم برمیگردم میگم اسم یوتیم مثلا پلیز اینتر فرست نیم، میگم که اسم تو وارد کن، میگم استرینگ فرست نیم و input.next SOUT please enter last name و string last مثلا اسمش هست last name و input.next. خب اسم و فامیلش رو الان داریم میگیریم، درسته؟ SOUT میخوام این رو الان هی بهترش بکنم، هم کاستومایزش بکنم، این چجوری میشه.
برمیگردم میگم پلیز اینتر دگری دگری. خب مدرک تو بنویس. من اینجا برمیگردم یه استرین دگری مثلا اینپوت دات نیکس یه دونه دیگه سو یوتی پلیز اینتر کلاک ساعت تو بنویس مثلا پلیز اینتر مثلا لطفا مثلا اینتر کن کلاک ورک کلاک ورک کار کار ساعت کار ساعت کار مثلا پلیز اینتر یور ورک مثلا کلاک مثلا یور ورک این دی جاب مثلا هر چرت و پرت برکن بابا همین ورک کلاک من دارم فکر میکنم چی بنویسم اینت کلاک و اینپوت داد نیکس چی؟ اینت و همه اینا رو من دارم میگیرم بار اول که دارم اجرا میکنم یه تابه مینویسم پابلیک استاتیک وید سالری مثلا بیاد مثلا پروسس سالری بیاد حقوق ما رو مشخص کنم. خب دو تا ورودی ها رو میگیرم یکی یکی فرست نیم string last name string degree و int clock. خب درسته؟ یا میگم if اگر degree که ورودی هستش مساوی بود با phd بیا و برگرد بگو که یه دونه متغیر بالا تعریف میکنیم میذاریم مثلا float salary و مساوی با صفر. خب تعریفش کردم درسته؟ درسته. برمیگردم میگم که سالاری شما هستی کلاک که اینجا هستش که داره مثلا ورودی میگیریم ضرب داره الان دکترها دیگه 50,000 تومان مینیممشون ساعتی نمیدن ها فرض میکنیم هستی به ما که نمیدن ما تو دانشگاه نهایتا 25 تومان میدن ساعتی هستی دگری مساوی هستش با مستر اگر مستر بود سالاری مساوی هستش با کلاک ضرب داره 30,000 اینو به من میدن من چون هنوز دکترامو نگرفتم مستر ساعت 30 تومن 30 تومن هم نمیدن دانشگاه ساعت 18 تومن توی شریف به من ساعتی 50 تومن آره ساعتی 50 تومن اون حالت مالیات اینو کم بشه میشه ساعت 43 تومن السیف دگری مساوی با بچلار این در واقع میشه لیسانس و کلاک زد لیسانس ها دیگه 20 تومن میدن بهشون و 2 تومن این سال در نهایت اصلا سالری یه غیر از این باشه دیگه میشه دیپلم ها؟ کجا؟ من نهیدم شاید تو علمی پاروردی ها بشه علمی پاروردی آره اگه پارتی داشته باشه میشه. خب الان پس من این تابه نوشتم که ورودی هاش این هست پروسس نمیدونم شاید اون قدیم میدونستم میشون الان پروسس سالری مثلا میگه فرست نیم تو بگو من میگم فرست نیم دیگه درسته؟ درست چرا؟ چون فرست نیم هم اینجا داینامیکه میخواد از ورودی بگیرم last name یه دگری تو بگو میگم دگری و در نهایت کلاک کلاک هم چیه؟ کلاکه دیگه. خب میام کنترل شیفت اف 10 رو میزنم و نمیگم اسنت چیه میگم تورج فامیلیت میگم آرمین میگه مدرک چیه میگم مستر چقدر تو ماه کار میکنی حقوق میگیری من معمولا 150 ساعت رو بیکار و هیچی بر نگردم. چرا؟ چون بنده هیچ کدوم رو SOUT نکرد اشکال نداره باگه دیگه سرش
خبر یک کنترل سی میزنم این زن اینجا کنترل شیفت اف ده رو میزنم دوباره برمی گردم میگم دورج آرمین مخازم اسم علی دگری و 150 سنت میزنم و میگه تو 15 تومن مایی حقوقته. آره 150 سنت سید نه یک و 500 بابا یک و 500 نه وایسا تو ریال نیست تومن وایسا 30,000 تومنه دیگه 150 سنت زده 100 ساعت این اشتباه حساب کرده وایسا من مسترم دیگه 150 سنت چیکار کرد کلاک مستر 150 ساعت ضرب در 30,000 تومن بکنم مستر رو بعد نمیشتم اینجا مستر دیگری آها سوتی بنده چی بوده؟ گفتیم که توی جاوا هم از بس پایتون رو پیش میبینیستم حواسم نیست مساوی نداریم چی داریم؟ کویک باکس درسته؟ اشتباه اشکال ندارم من واقعیت هم رو میگم الان یه سر بخواستم فکر کنم خداشون این سریال هم بود مساوی میشه برای عدد مساوی برای عدد توی سرینگ ایکوالز من من میگم بخاطر پی اچ پی و پایتون که سر می‌نویسم حواسم به اینا نمیره تورج آرمین مستر و 150 الان میاد درست حساب کنم 4 خب واقعا 4 و نیم هم در نمیاره چون به من ترمی و میدن یه دفعه جمع میشه مالیاتی نمیشه و مثلا پروژه هم که به من نمیخوره معمولا ماهی 2 نیم 3 تومن بیشتر موقع همه از روی تدریس و کار این هم بیشتر همه دو نیم سه تا بعضی وقت چهار بستگی داره دیگه یکی چجوری باشه خب به این شکل اوکی؟ بدرسته حالا من اینو میتونم بهترش بکنم من الان این چیه هر سری بیاد در واقع برنامه رو اجرا بکنه و بیاد یه دیتایی رو از من بگیره برنامه اجرا بکنه خب من میتونم اینا رو همه رو ببرم تو کجا؟ تابه درسته؟ و به جای اینکه اینجا ورودی بگیرم تو این تابه همه اینا رو استفاده بکنم خب اگر آدم بگم که مثلا my name is اینجا بذارم اگر آدم بگم first name حالا این تابه رو اگه من فراخونی بکنم ما توجه این که داخل پراسس ساله دیگه ورودی نمیخوام در واقع این یه دونه تابه من نوشتم که هر بار فراخونی بکنم این تابه رو از من اسم و فامیل و طرف رو میگیره مدرکش هم میگیره ساعتش رو میگیره حقوقش رو واسه میکنم خدا تابه خدا سمیمیشی باری که الله حالا مثلا من ناخو واسه ورودی نهدم دیگه درسته؟ آقا می‌خواستم بهت بگم آقا تابه میتونه وجود داشته باشه که ورودی هم نداشته باشه فقط نه نه کن الان مثلا میگم تو رجا هم مثلا مستر و 120 ساعت میبینی وقت اسم و فامیل سر مثلا ماینه میسی تو رج لسل مازه آرمین ان مثلا سال 36 سن درسته؟ کافیه این رو من دو بار فراخونی بکنم چه اتفاقی میفته؟ دو بار این کد میاد اجرا میشه نگاه کن خودت ببین میخوام مفهوم بشه درک بکنی فرست نیم میگم تورج آرمین و
مستر 100 ساعت اومد حساب کرد. دوباره ببینی اومد سوال کرد. سلام کمیرج آرمین. سلام مستر 120 ساعت. دوباره ببینی اومد حساب کرد. پس دو بار من فراخونی کردم تمام این کدها رو اومد دو بار این همه کد رو اومد چیکار کرد؟ اجرا کرد. درسته؟ بله. سوال؟ هیچی.